استقبال طالبان از برگشت ستا قاسمی و خانم نغمه به افغانستان. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اگر کوتاه مقدمه چینی بکنیم، یک سال از حضور حکومت وحشی طالبان در افغانستان سپری شد و ظلم و ستم همچنان تا کنون بالای مردم افغانستان جریان دارد. از این گذشته با ورود زود هنگام طالبان بیشتر هنرمندان، نه که تمام هنرمندان و آوازخوان‌های محبوب در افغانستان، به کشورهای دیگر پناهنده شدند و هنر موسیقی به گونه غیر قابل باور و بی‌پیشینه از هم فرو پاشید. با اینکه بیشتر آوازخوان‌ها در خارج از افغانستان به کارهای هنری خود ادامه می‌دهند، اما شماری از خواننده‌ها همچنان در وضعیت خوب به سر نمی‌برند. حالا گذشته از همه این موارد چند است که سیاسون، البته سیاسون فاسده که به نام و چهره آنان آشنایی دارد، به نحوه با تماس طالبان به افغانستان برمی‌گردند و خود را غلام حلقه به گوش طالبان می‌سازند. به هر حال این که هیچ، اما خبر از بازگشت آوازخوان‌های زن در چنین شرایط بحرانی افغانستان عجیب و باور نکردنی و دیوانه کننده به نظر می رسد. در کنفرانس طالبان از برگشت آوازخوان‌ها به ویژه خواننده‌های زن معروف افغانستان سخن زدند و با خلق شرایط خاص آنان را به افغانستان دعوت کردند. طالبان از هنرمندان مانند آریانا سعید، خانم نغمه، ستا قاسمی و غزال عنایت و شماری از آوازخوانان دیگر درخواست برگشت به افغانستان را کردند، اما پاسخ رد شنیدند. این در حال است که قبل از این درخواست از آوازخوانهای مرد افغانستان همچنان از سوی طالبان صورت گرفته بود، ولی پاسخ رد شنیده بودند. منابع میگویند که طالبان به آنان وعده محافظت و امنیت جانی پیشنهاد کردند، ولی این هنرمندان نپذیرفتند. به گفته این منابع، طالبان قصد داشتند با برگشت خواننده ها به کشور خود را در نظر جامعه بین الملل بی ضرر نشان داده و به شناسایی حکومت وحشیشان از سوی کشورها بیشتر نزدیک شوند، ولی خوب انگار این نقشه طالبان جواب نداده است. دوستان عزیز، نظر شما چیست؟ واقعا برگشت هنرمندان در چنین شرایط در افغانستان درست است یا خیر؟ اگر نظرتان را در کامنت ها بنویسید ممنون خواهیم شد. ممنون که بیننده این ویدیو بودید.